بنبست بودجه سرانجام خفگی. پس از کشمکش‌های بسیار، سرانجام خامنه‌ای با حکم حکومتی خود مجلس ارتجاع را که پیوسته بی‌خاصیت بوده به طور رسمی هم دور زد و بودجه را مستقیماً به شورای نگهبانش فرستاد. تلویزیون رژیم گفت لایحه بودجه سال آینده که در کمیسیون تلفیق چکشکاری شده بود بدون بررسی در صحن علنی مجلس مستقیم به شورای نگهبان رفته. رئیس مجلس برای این کار از رهبر انقلاب مجوز گرفته. مصوبه تلفیق مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی امروز تقدیم شورای محترم نگهبان شد و اگر ایراداتی هم به اون مصوبات باشه باز هم برابر این اجازه ای که از محضر مقام معظم رهبری گرفتیم باز در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح میشه و انشالله تا پایان سال قانون بودجه 99 تعیین تکلیف خواهد شد. تنها یک روز پیش از اعلام این خبر، روزنامه های باند خامنه ای در حال شلاق کش کردن پاسدار لاریجانی به خاطر تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق بودند. روزنامه حکومتی وطن امروز از همین باند نوشت: در حالی برای نخستین بار قرار است لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد که نمایندگان مجلس این اقدام را بدعت در قانون می‌دانند. این اقدام را می‌توان آخرین خدمت علی لاریجانی به دولت روحانی خواند، خدمتی که لایحه بودجه ضعیف دولت را به بهانه کرونا از تصویب چند دوازدهم نجات می‌دهد. جالب اینجاست که نمایندگان در صحن علنی کلیات بودجه 99 را رد کرده بودند. آخوند پژمانفر از اعضای مجلس ارتجاع هم در همین ارتباط گفته بود بودجه نتیجه هماهنگی بین هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و دولت است. تلفیق مصوباتی داشته که در راستای تصمیم‌های دولت بوده است. مجموعه این اقدامات بدعت‌آمیز است و در نهایت به ضرر نظام خواهد شد. محمود صادقی، مهره رد صلاحیت شده باند روحانی، هم در توییتر خود به مخالفت علنی با حکم خامنه‌ای پرداخت. او نوشت: استیزان از رهبری برای تصویب لایحه بودجه 99 آخرین میخ به تابوت مجلس دهم است. با اذن رهبری نمیتوان تصمیم غیرقانونی ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق را تصحیح و توجیه کرد. محمد علی مختارپور، دیگر عضو مجلس ارتجاع، هم با اعتراف به بی‌مصرف بودن مجلس در نظام گفت بودجه برای اجرا لازم است که تا حدود زیادی مطابق میل دولت باشد، چون در غیر این صورت اجرا نخواهد شد. اگر مجلس هم بخواهد به صورت جدی به اصلاحات بودجه بپردازد، آنگاه شورای نگهبان هم ایراد خواهد گرفت. لذا بر اساس عرفی که فعلا شکل گرفته، نهایتاً مجلس امکان اصلاح حدود 10% را در بودجه سالانه یک کشور دارد و نه بیشتر. آخوند روحانی مدعی شد در این فرایند بنبست بودجه در هم شکسته شد. من از مجلس و رئیس مجلس تشکر کنم و هم به ویژه از مقام معظم رهبری که این بنبست رو شکستند و این مسئله رو حل کردند که ما بتونیم برای سال آینده از آغاز سال طبق چارچوب قانون بودجه بتونیم اقدامات مالی خودمون رو انشاءالله انجام بدیم. این در حالی است که به نوشته رسانه‌های حکومتی نه تنها بن‌بستی شکسته نشده، بلکه بحرانی بر بحران‌های رژیم افزوده شده است. روزنامه حکومتی وطن امروز در همین زمینه نوشت دیگر نمیتوان به اصلاح بودجه 99 امید داشت. سال 99 با کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیاردی سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. بودجه سال 99 رژیم از لحاظ منابع به شدت در حاله ای از ابهام قرار دارد، زیرا نه صادرات نفت وجود دارد و نه حتی در سایر زمینه ها رژیم می تواند درآمدی کسب کند.
علاوه بر این به دلیل توقف صادرات و واردات به دلیل کرونا و قرنطینه کردن ایران توسط کشورهای همسایه باز هم بر ناتوانی رژیم خواهد افزود. به دلیل همین خفگی اقتصادی است که برای رژیم آخوندی خروجی از این بن‌بست متصور نیست. منابع مالی رژیم برای سرپا نگه داشتن مزدوران سرکوبگر و نیروهای تروریستیش می باشد. این هم با نیاز شدید جامعه برای تحرک اقتصادی به منابع مالی در تناقض است. بنابراین امری نیست که با حکم حکومتی خامنه‌ای رفع و رجوع شود. بنابراین خامنه‌ای و مهره‌هایش راهی برای خروج از این باطلاق‌ها ندارند.